بسیار عالی. سلام به دوستان عزیز، روزتون بخیر، وقتتون بخیر، شبتون بخیر اگر در استرالیا هستید، اگر ایران هستید صبح و ظهرتون بخیر. من میلاد صابری هستم از پارسفاننس و همینطور که توی ویدیو قبلی دیروز توضیح دادم، قرار هست که هر روز یک لایو روزانه کوتاه نیم ساعته داشته باشیم، یه سری نکات و موارد کوچیک کنکوری رو مخصوصا در دوران کرونا و قرنطینه و خانه نشینی با هم دیگه مروری بکنیم، یه سری تیپس اند تریکس هایی رو با هم داشته باشیم و اگر سوالی بود من جوابگو خواهم بود. امروز این لایو روزانه رو اختصاص دادم به بیشترین اثرات این داستان ویروس کرونا، حالا چه اثرات خوب چه اثرات بد روی بیزنس ها در دنیا، مخصوصا در استرالیا. این مقدارم در لحاظ تکنولوژی اینا ضعیفم، یه خونه است، موبایل رو میخواستم صفحه کامپیوترم رو نشون بدم ولی بلد نیستم سویچ کنم از اسکرین به موبایل، باید این افزار دیگه نصب کنم، دیگه حوصله نداشتم، دیر به فکرش افتادم، شما ببخشید. موبایل رو میگیرم سمت کامپیوتر که شما ببینین اون چیزه رو، یا شاید هم بتونم کامنت کنم. در هر صورت خیلی خوش اومدین دوستان عزیز، یکم منتظر میشه دوستان دیگه بیان. من مقدمات خدمتتون عرض کنم، دیروز در لایو دیروز دوستان اگر میاد صدای من میشنوید یه های بای چیزی بدید من در خدمتتون باشم. توی لایو دیروز خیلی خلاصه عنوان کردیم که حالا بعد از تمام این پنیک شاپینگا و سلام جناب کامران کاوه عزیز، حالا بعد از همه این تمام این پنیک شاپینگا و خریدن دستمال توالت و پاستا و برنج و اینا تا یکی دو هفته یخچالتون پر باشه و این داستانا، بعد از اون میرسیم سراغ این که چقدر خودمون رو آپدیت نگه داریم، آیا آپدیت نگه داشتن با اخبار و وقایع روز آیا مساویست با این که صبح تا شب کلمون تو اخبار و تلویزیون و موبایل و فیسبوک و اینا باشه و هی همون اخبار تکراری رو هی بشنویم، هی از خواب بیداشیم بفهمیم اولین خبری که صبح نگاه میکنیم این باشه که دیشب که شما خواب بودی 500 نفر دیگه مردن، نمیدونم یکی دیگه اونجا اینجوری شد، یکی دیگه اینجا اینجوری شد. من امروز این همون لایوی که دیروز خدمتتون گفتم، من امروز بلند شدم همون کاری که خدمتتون عرض کردم، بهتره هممون یه روتین داشته باشیم. سلام دوستان عزیز، اون روتین روزانه‌مو این همون دقیقا مشابه لایوی که دیروز داشتیم، همون روتین روزانه‌مو داشتم و صبح یه چند تا روزنامه نگاه کردم، اخبار کرونا و اینا نگاه نکردم. اون اپ ایمرجنسی ویکتوریا رو دارم دیگه، همون که گفتم شما هم اینستال کنید، اگر خبری چیزی بشه دستورالعمل جدیدی بیاد اعلام میکنه، اگر نه اصلا اینترستد نیستم بقیهشو بشنوم، نه دکترم نه وکیلم نه وزیرم، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم به جز اینکه شهروند خوبی باشم. در نتیجه خیلی نمیخوام مغزم توی فاز منفی این آلودگی های روانی و اینا قرار بگیره، کار زندگی میندازه همینجوری به اندازه کافی توی روزش. به قول معروف وقتی همه چیز خوب و امن و امان بود ما هزار تا مشکل داشتیم، وقت نمی کردیم بریم دنیا چه خبره. الان که هزار تا مشکلمون شده 100 هزار تا، که دیگه اصلا نباید انرژی ذهنیمونو تلف کنیم. با این حال امروز ساعت 6 که من همون پلنی که دیروز گفتم ساعت 5 و نیم تا 7 و نیم من مال خودمه، آقای شفایی عزیز گفتم توی قرنطینه چی کار میکنم. دیروز اون لایو دیروز رو نگاه کن میفهمی، نه حوصله‌ام سر نمیره، اینقدر درگیری دارم و اینقدر کارهای عقب افتاده دارم مثل همه شما، اینقدر کارهای بوده که سالها و ماها بوده میخواستم انجام بدم و الان تازه فرصتش پیش اومده. تازه من خوش شانسم از خونه هم میتونم کار کنم، هنوز خیلی از کارامون مونده اونا هم انجام میشه، ولی خب به هر حال نه بابا حوصله‌مون سر نمیره، کار داریم برای انجام دادن. ولی امروز ساعت 6 داشتم اخبار نگاه میکردم دیگه، نشسته بودم تو اون تایم 5 و نیم تا 7 و نیم، که تایم خودمه، حالا یه تلویزیون نگاه کنیم، یه چای بخوریم، با خانواده وقت صرف کنیم، با دوستامون صحبت کنیم. اولین چیزی که تلویزیون پخش میکردیم بود، بله، یه خانومی رو توی ویکتوریا تو محله همتون یه لرنری رو جریمه کردن 1600 دلار، با مامانش اومده بود بیرون رانندگی یاد بگیره، گفتن این نسسری نیست 1600.
من داشتم میرفتم تو فاز منفی که ای بابا این که نمیشه که الان من بخوام برم بیرون باز باید به پلیس توضیح بدم که الان این نسسری اون نسسری نیست، نمیدونم. داشتم میرفتم تو فاز منفی دارم بابا بیا بیرون ولش کن، زندگی تو بکن، کار تو بکن، به از کافی کار داریم تو خونه، برای چیزای ضروری هم میریم بیرون، چشم چند ما دندون رو جگر میذاریم فقط برای چیزای ضروری میریم بیرون، ایشالله این کرو لعنتی بیاد پایین تموم شه ماجرا. تموم که نمیشه، این ویروسه که نمیمیره که، فقط فعلا بیمارستان ها توان داشته باشن درمان کنن بقیه رو تا برسه نوبت ما بشه که همه عمره همه ما بالاخره میگیریم اینه یه روزی. anyway، تعداد دوستان زیاد شد، ممنون از محبتتون. بریم سراغ این بیشترین اثرات ویروس کرونا روی بیزنس ها در دنیا، مخصوصا در استرالیا. اثرات خوبش خوبها، اثرات بعدش بعدها، خوبها بعدها میکنیم. در واقع فرصت ها و تهدید ها رو میخوایم. این همون چیزی که من به ذهنم میرسه با توجه به مطالعاتم و با توجه به تجربه اندکی که دارم. منم هم تو قبلا گفتم بنده هم خدا نیستم، مرجع تقلیدم نیستم. اگر فرصت و تهدید دیگری بود شما هم مطالعه کردید از جای دیگه شنیدید، حتما درسته، بحث این نیست که، چون معمولا من وقتی یه ویدیو میذارم چهار نفر میگن آقا اینو نگفتی، اون چی، این چی. قرار نیست ویکی‌پدیا باشه یا مرجعی برای همه چیز باشه، یه آپدیت روزانه است برای اینکه هممون حوصله‌مون سر نره، توی فاز مثبت هم باشیم. مخصوصا اینکه این عینک رو فقط عینک بدبینی نباشه، عینک فرصت ها رو هم بزنیم. خب حالا که همه چی داغونه، دنیا داره خراب میشه، همه چیز داغونه، صبح تا شب تلویزیون میگه استرالیایی ها، آمریکایی ها، تمام مردم و دنیا برای سخت ترین روزهای خودشون آماده کنن، این روزها مثل جنگ جهانی دوم فلان و فلون، برای اینکه با یه عینک دیگه هم نگاه کنیم، توی همون زنگ جنگ جهانی دوم هم یه عده جز موفق ترین آدم های دنیا بودن، یه عده داشتن زندگیشون رو میکردن و البته خب یه عده خیلی زیادی هم متاسفانه درگیر میشن. نمیگیم اونا رو نبینیم، کمک نکنیم، منتها خودمون نباید خیلی تحت شعاع قرار بگیریم، چون این آلودگی ذهنیش، انرژی ذهنی که از آدم میبره، بهداشت روانی که این بالا رو خراب میکنه، باعث میشه کلن یه جورایی دیدید میگن انسان به امید زنده است. شما این تو که خراب باشه، بیرون اگه درست و بهشت هم باشه، شما زندگی داغونه. در نتیجه گفتیم که این ویدیوها رو واسه این بذاریم، یه مقدمه شد، یه مروری شد ویدیو قبلیمون. در واقع اون روتین روزانه رو دوستان اگه دوست داشته باشید، اگر جسارت بنده رو بپذیرید که من به عنوان پیشنهاد گفتم، روتین روزانه رو حتما توجه کنید. تو ویدیو قبلی خیلی خیلی موثره برای اینکه نظم زندگیمون به هم نخوره، یا من از یا زندگیمون نظم جدیدی داشته باشه. بریم سراغ این فرصت ها و تهدید ها. چینی ها یه مثل جالب دارم، به قول این یه مثل چینی میگه که اگر میخوای ببینی در هر برهه از زمان کی برنده است، کی بازنده، دنیا دست کیه، پولو دنبال کن، مسیر پولو دنبال کن، به قول معروف برو ببین مانی کجا میره، ترک کن پولو، ببین اقتصاد، مانی، پول دنیا داره کجاها میره، بعد میفهمی دنیا دست کیه، بعد میفهمی. حالا یه سرنخی، حالا نفهم کاملا هم نفهمیم، یه سرنخی دستمون میاد که آه بازی چیه. حالا کاری نداریم بازی عمدی سهویه، آمریکا درست کرده، چین درست کرده، ولی اینا کاری نداریم، همه این تئوریا سر جاش، منم تئوریا رو میخونم و نظر خاصی هم ندارم، ولی آره. اما اگر داستان پول رو ترک کنیم، ببینیم پول دنیا، نقدینگی دنیا داره کجا میره، پول در سطح کلان کجاها جاری داره جابجا میشه، حداقلش اینه که حتی اگه دستمون نیاد که دنیا دست کیه، حداقلش اینه که این عینک اونو میتونیم عوض کنیم، بفهمیم که توی این زندگی جدید، توی این دنیای جدید، توی این شرایط جدید چطور میشه سروایو کرد، چطور میشه کار کرد، چطور میشه فعالیت کرد، چطور میشه نسبتاً موفق بود، حداقل یه قدم از قدم برداشت به جای اینکه فقط تو خونه سرمون بزنیم. اینا رو با هم مرور میکنیم. اولین چیزی که قطعا همتون میدونین بعد از این دوران، حالا در حین این دوران کرونا، یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاده، حجم خرید آنلاین مردم به شدت بالا رفته، به شدت بالا رفته. من هم آمار امریکاش رو دارم، یک سایتی هست به نام COVID-19 Commerce Insight، گوگل کنید COVID-19 Commerce Insight، تمام کشورها رو داره که ببینید که حجم خرید آنلاین، حالا چه ای کامرس چه ریتیل،
چقدر در طول روزهای گذشته بازه های 7 روز داره، یعنی 7 روز گذشته، 14 روز گذشته و از ژانویه تا الان چقدر بیشتر شده. شکی نیست که خرید آنلاین حجمش به شدت بیشتر شده. چرا؟ خب به تابلو دیگه، محدودیت رفت آمد داریم، ما هممون زیاد نمیتونیم بریم بیرون، فروشگاه ها خیلی اجناس رو تا حدی کمبود دارن، یا حداقلش اینه که هر وقت میریم یه چیزی نیست، یا گرون شده یا نیست. و بعد از اون دلیوری و تحویل در به منزل الان یه چیز حیاتیه. در نتیجه چون همه اینا رو خرید آنلاین، تازه خیلی از اقلام آنلاین رو هم اگر برید آمازون و ای بی رو چک کنید آنلاینش هم تموم شده. یعنی شما ببین چقدر تقاضا بالا بوده که استاک آنلاین، اینونتوری آنلاین هم تموم شده یا قیمت ها فضایی شده. در نتیجه خرید آنلاین یکی از اون چیزاست که تقاضا رفته بالا. من اگر برازیز ننداز گوش کن چی میگه الان نشون میدم اینو بهتون، اگه بتونم درست نشون بدم. نمیدونم اینو میبینید یا نه، میبینید اینو؟ این آمار نمودار حجم درآمد آنلاین ریتیل از ژانویه تا الان 20%، البته فکر کنم شما چپه میبینید، ببخشید، مثبت 20% تقاضا ژانویه رفته بالا. 25 یعنی 5 ژانویه مثبت 20% بوده، 25 ژانویه رفته مثبت 30%. دوباره 8 مارچ اومده روی 24.5%، 15 مارچ اومده زیر 20%، با اخبار کرونا رسیده به بالای 50%، نزدیک 60%. در واقع فکر کنم رقم اصلیش 57%. حجم درآمد فروشگاه های آنلاین از ژانویه تا الان، همینو اگر بهتون بتونم نشون بدم، ای بابا همیشه اینجوری میشه. دیدید الان اینو درستش کنیم، همینو اگر من بتونم نشون بدم، 14 روز گذشته. ببین نمودار رو ببینید، اصلا مقیاس نمودار رو اگه نگاه کنید، در 14 روز، این فقط استرالیاست، این فقط استرالیاست، دنیا هم نیست، ریتیل، تمام سکتورهای ریتیل، ریونیو یا درآمد 14 روز گذشته، از 19 مارچ تا 1 اپریل رفته بالای 70%. یعنی در 14 روز گذشته فقط 70% رشد داشته. همینو اگه بریم رو 7 روز گذشته ببینید کدوم کشورهای دنیا بیشترین رشد درآمد آنلاین ریتیل رو داشتن. اینی که میگیم فروشگاه آنلاین، ای بی، آمازون، فرصت ها، عدد و رقم آقا، آمار از خودمونم در نمیاریم. نه اینو نگاه کنید، این هرچی به سمت سبز بیشتر میره، اما سبز یعنی سبز خیلی خیلی پر رنگ، یعنی نزدیک 100% افزایش تقاضا. استرالیا هم تو که میبینید روی 54% وایساده. یه کشورهایی هم مثل ایران اصلا نیستن جزو آمار. ما خوشبختانه کلا 40-50 سالی هست که در کل نیستیم، اصلا انگار که وجود نداره. این از این. بعد اونایی که میگن میشته در مورد فرصت ها بگین، آره دیگه، داستان این قرار نیست فقط بنالیم، که در مورد فرصت ها هم قرار بگیم، ولی باید بدونیم چی بالا رفته چی پایین، چی رو داریم از دست میدیم چی رو داریم به دست میاریم. پس در نتیجه خرید آنلاین، فروشگاه آنلاین، هر گونه خدمات آنلاین یکی از بیشترین فرصت ها و بزرگترین فرصت هاست. عدد و رقماش دیدید، برای اینکه نگید فتوشاپ و اینا چیه، خودت در میاری و آمارای احمدی نژادی میدی و این داستانا که بعضیا استاد اینجا مسائل هم، برید خودتون گوگل کنید COVID-19 Commerce Insight، خودتون تا تش در بیارید. دنیا دنیا اطلاعات دیگه، از روی این چیزا میفهمیم. حالا یه نکته ای وجود داره توی خرید آنلاین یا فروشگاه آنلاین. وقتی میگیم فروشگاه آنلاین یک فرصت، تقاضا در استرالیا 54% رفته بالا در طول فقط 14 روز گذشته، که 70%، ولی از ژانویه، یعنی هرچی تایم فریمش رو بزرگتر میکنن، خب این ارقام نرمالتر و متوسطتر میشه دیگه. در از ژانویه تا الان 54% افزایش تقاضا در استرالیا بوده. این اصلا ای بی، ببینید ای بی، آمازون خودشونو دارن میکشن، تبلیغ میکنن، این همه خرج میکنن که مثلا سالی 10% 11% رشدشون دو رقمی باشه، سالیانه رشدشون دو رقمی باشه، در از چند ماه از ژانویه تا الان 54%، یعنی قد 5 سال تقاضا رفته بالا.
اینا اینجور اسکیلا رو اگر بدونی متوجه میشی 54% یعنی چی. یک شرکتی مثل IBM، یک شرکتی مثل ایبی، مثل آمازون، مثل مایکروسافت، که اینا شرکت بلو چیپن، یعنی جا افتادن، سالهاست جا افتادن. این شرکت ها یهو از امسال به اون به سال دیگه 100%، 70%، 80% رشد نمی کنن. CEO یا مدیر عامل این شرکت ها 5 6 میلیون دلار در سال حقوق میگیره برای اینکه به سهامداران تضمین کنه که آقا ما یک رشد دو رقمی خواهیم داشت. CEO هاشون رو عوض میکنن، میندازن بیرون وقتی رشد دو رقمی رو نداره. بعد یهو در عرض چند ماه 54% فقط در یک کشور میره بالا. امریکا فکر کنم بیشتر از این حرفا بود. حالا خودتون برید نگاه کنید که من اطلاعات غلط ندم دیگه. حالا در عین حال که خرید آنلاین تقاضا اینقدر رفته بالا، یه نکته ای هم وجود داره، یه کچی داره. کچش اینه، از یه طرف اینجا نشم یادم نره، اخلال در چرخه توزیع و تولید کالا هست توی چین. خب چین مبدأ کرونا بوده، قرنطینه رو از همه زودتر شروع کرده، محدودیت ها برای مشاغل از همه بیشتر بوده. در از طرف دیگه چین قطب تولید دنیاست، یه چیزی نزدیک به 30% کل تولید دنیا در چین انجام میشه. چین رتبه اوله، آمریکا رتبه دومه، بعد از اون ژاپن، آلمان، کره، هند و مکزیک. دارم میخونم که اشتباه نگم. این محدودیت کار و تولید و توزیع و همین محدودیتی که الان ما واسه بابت قرنطینه و رفت آمد اینا داریم، چین زودتر اعمال کرده، در نتیجه اقتصادش میخوابه، در نتیجه تولید کننده میخوابه. خیلی از تولید کننده ها اصلا خط تولیدشون رو موقتا، بله تبلیغات هم مهم است، بعضی از تولید کننده ها اصلا موقتا خط تولید ها رو تبدیل کردن به خط تولید لوازم بیمارستانی و پزشکی، و خط تولید قبلی رو یا خوابوندن یا مینیمم کردن. نقل و انتقال کالا هم با محدودیت مواجه هست، هم هزینهش بیشتر شده، مرزها رو تا حد زیادی بستن، کالاهایی که میاد باعث بیره تو قرنطینه، باعث تست پزشکی بشه، خیلی رو مجوزها بیشتر تاکید میشه، روی سلامت کالا خیلی تاکید میشه که وقت خدا نکره ویروس از من منتقل نشه. از با این که جالب اینجاست، با این که چرخه تولید و توزیع که چین قطب تولید دنیاست، یعنی الان همه کشورهای دنیا آوتسورس کردن به چین، خب هیچ تعجبی نداره نه ایران ماسک داره، نه امریکا داره، نه ایتالیا داره، نه اسپانیا داره. میدونین چرا؟ تولید تو چین انجام میشده، چین از همه زودتر بسته در مملکتشو، از همه زودتر تخته کرده بیزنس ها رو، حالا تخته هم که نباشه به هر حال محدود کرده. در چه خب وقتی بزرگترین تولید کننده جهان کم تولید کنه، کم جنس بده بیرون، تمام دنیا به مشکل میخورن. حالا بماند که زرنگی چینی ها این وسط چی بود، و حتما اخبارشو خوندید دیگه، سهام شرکت های امریکایی که رفتن توی چین با زیر قیمت آندر ولیو خریدن و و و, و حالا اونا بماند. نکته اینجاست، وقتی الان که دیدیم خرید آنلاین زیاد شده، تقاضا برای خرید آنلاین 50% در چند ماه گذشته رفته بالا، فقط در 14 روز گذشته 70% رفته بالا. الان دقیقا میخواستم آیفون بشین همینو بگم، چقدر جالب. و وقتی کالای چینی که ارزون بوده دیگه نیست، وقتی کالای چینی که بیکیفیت بوده الان چون هیچ کالای دیگه نیست همه میرن سراغش، وقتی چین قطب تولید دنیاست مشکل داشته باشه، تولید فروشندگان آنلاین وقتی موجودی جنسشون تموم میشه، تا زمانی که موجودی جنس دارن، اونایی که گنده خریدن، فرض کن 2 کانتینر، 3 کانتینر، 10 کانتینر خریدن تو انبار دارن، که خب دارن حالشو میبرن، قیمتا رو هم بردن بالا. برید ببینید ایبی و قرصا و قرص، ویتامین، لوازم آرایشی، بهداشتی، دستمال و دستمال توالت و نمیدونم اینجور چیزا، مواد غذایی، برنج، ماکارونی، حتی لوازم ورزشی، برید ببینید اصلا یا نیست یا قیمت ها فضایی شده. نوش جونشون و دارن از موجودی جنسشون نهایت استفاده رو میکنن. ولی وقتی موجودی جنسشون تموم بشه باید چی کار کنن؟ این داستان وقتی 3 ماه، 6 ماه، 12 ماه طول بکشه باید چی کار کنن؟ اگر چین نتونه چرخه تولید و توزیع رو به حجم قبلی برگردونه باید چی کار کنن؟ اون کاری رو دارن میکنن که همین الان تاپ سلرها در ایبی و آمازون دارن میکنن، رفت از کشور شماره 1 شیفت کردن به کشور شماره 2، شماره 3، شماره 4. این کشورها چی بودن؟ شماره 1 چین، قطب تولید دنیا. نمبر 2 چی بوده؟ امریکا، بعدش ژاپن، بعدش آلمان، بعدش کره، بعدش مکزیک. آی فومجی، اون داستان اجناس شماست که شما از امریکا کلی جنس آوردی و
داری به دوستان ایبی یا آمازون کمک میکنی که از محصولاتی که آردی خرید کردین در استرالیا موجود هست بخرین، ولی متاسفانه بعضیا چشما رو بستن و فقط میگن چین، نه دیگه چین، فقط چین. خب الان چین وقتی یکم عقب بمونه از این چرخه توزیع و تولید، نوبت جنس امریکاییه. ببینید اون که گفتم پول رو دنبال کنید، چرخه پول رو دنبال کنید ببینید کیا پول در میارن. من طرفدار تئوری توتعه نیستم، اما میخوای فرصت ها رو ببینید، ببین دنیا دست کی آقا جان، کی اینجا داره پول در میاره؟ مردم ما تو ایران که دارن میمیرن، دولتمون هم که سو بلمتر، اونم که اصلا معلوم نیست به چی چسبیدن. کشورهای دیگه هم که تو این نمودار دیدید رنگشون خاکستریه، مثل خاورمیانه و آفریقای قاره آفریقا و قاره امریکای جنوبی، که اصلا خاکستریان جز آدم حساب نمیشن. بقیه کشورهای دنیا میمونه امریکا، اروپا، روسیه، چین، استرالیا، نیوزیلند و حالا خاور دور. پول داره بین اینا میچرخه. بین کدوماشون اول میچرخه؟ ببین پول اول در چین چرخید به حجم زیاد، هنوزم داره میچرخه، برای اینکه کلی از سفارش ها، کلی از اجناس در چین تولید میشه. خوب که چینی ها تموم شدن، چلونده شدن، میره سراغ آمریکا. آمریکا هم میفروشه تمام انباراشو، بعد میره سراغ ژاپن، بعد میره سراغ آلمان، بعد میره سراغ کره، بعد میره سراغ هند، بعد میره سراغ مکزیک. اینو برای اونایی گفتم که تو فکر فروشگاه آنلاین، یا شاید بچه های ایبی و آمازون خودمون هستن، فروشگاه آنلاین دارن و نگرانیشون اینه که من اگر ساپلایرم که تا الان از چین ازش تهیه میکردم تموم کنه دیگه جنس نداشته باشه، از کی بگیرم؟ باید بری از ساپلایر آمریکایی بگیری، بعد از اون از ساپلایر ژاپنی، آلمانی، کره ای، هندی، مکزیکی. اوکی. روی خرید آنلاین بزرگترین پلتفرم های دنیا، جایی که بیشترین رونیو یا درآمد حاصل میشه، جایی که بیشترین تعداد ویزیت رو داره، جایی که بیشترین تعداد خرید انجام میشه، طبیعتا اول آمازون هست، بعد ایبی، بعد شاپیفای، بعد ویش. آمازون، ایبی، شاپیفای، ویش. چه بخواید بخرید، چه بخواید فروشنده باشید یه چیزی بفروشید اونجا. اوکی. این از نکته اول در مورد خرید آنلاین. اون سرنخ قرار شد سرنخ بدیم دیگه. دیگه قرار نشد من یک مشاوره کامپریهنسیو مجانی داشته باشم دیگه. قرار شد هر روز یه کوتاه بیام بالا سرنخ بدیم. سرنخ اول در مورد بیزنس های آنلاین، خرید آنلاین تقاضا رفته بالا، از طرفی چرخه توزیع و تولید دچار اخلال شده، در نتیجه کشورها به ترتیب اون نموداری که گفتم، اول چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره، هند، مکزیک، پول تو اونا میچرخه، ساپلایرها چینج میشن، این جارو میشه بازار. بعد از اون داستان کنسل شدن برنامه های حالا کلی سمینار و ورزش و نمیدونم المپیک و فوتی و همایش و خیلی دانشگاه ها و مدارس و این داستان هاست. این داستان کنسل شدن این اجتماعات، بگیم خیلی از برنامه ها، اگر نگاه کنید دارن چطور جبران میکنن. حالا ببین تهدید ها، تهدید، فرصت، اونی که میگیم تهدیدها فرصت ها اینه، تهدیدش اینه که خیلی از برنامه ها، خیلی از برنامه های حضوری کنسل شده، دانشگاه ها، مدارس، مسابقات ورزشی، نمیدونم المپیک، اینا نوندونی بوده برای خیلی از بیزنس ها. یعنی حتی یه کافه کوچیک توی ریچموند در ملبورن که وقتی فوتی برگزار میشه تو خیابوناش نمیتونی دیگه پارک کنی، یه کافه کوچیک رو این حساب میکرده، روی اون 4 تا کباب ترکی و 4 تا ساندویچی که میداده به ملت حساب میکرده. خب الان اینا تعطیل میشن، خیلی ها نون خوردن میافتن و خیلی از شرکت ها هم به خاطر این داستان سوشال دیستنسینگ و دو متر فاصله بده و تو یک محل بیشتر از دو نفر نباشن و این داستان ها، خیلی از شرکت ها گفتن آقا برین از خونه کار کنین. یه عده کسا ریختن بیرون، خیلی از شرکت بزرگ 2-3 هزار نفر ریختن بیرون، فقط اخبارش رو زیاد بزرگ نمایی نمی کنن که باعث پنیک کردن و چی تو ایران چی میگن، چی اختشاش، چی عمومی، جناب شادابی عزیز، باعث وحشت عمومی و ارعاب عمومی نشه و این حرفا، پایه های نظام، برای اینکه پایه های نظامشون نلرزه اینجا من این کارو میکنم. بعضی اخبار بزرگ نمیکنن، یه تیتر کوچیک میزنن میره، وگرنه خیلی از شرکت ها که نمیخوام اسم ببرم، خودتون گوگل کنین میفهمید، ریختن بیرون 2-3 هزار تا ریختن بیرون. بقیه هم گفتن ببین خونه کار کنین، منیجرها و شیکارای شیک و پیک و کارهای با کلاس و خوشگل مشکل گذاشتن، برین از خونه کار کنین. اون پای ماینر هم ریختن بیرون، اونایی هم که کارش مهم نبوده و همیشه در دسترسن، حالا این کارگر امروز نمیخوایمش، یا ما دیگه میریم یه کارگر دیگه میگیریم، یا میریم یکی دیگه به اندازه کافی
تشویش اذهان عمومی. بله به اندازه کافی گشنگی دار زیاده. بخش من این شکلی میگم، من از بس که دلم از دست این چشما میمو بلوندا پره میگم. برای همین خیلی ها ریختن بیرون، یه عده‌ای هم دارن از خونه کار میکنن. خب این کنسل شدن برنامه های حضوری، این کار از منزل دورکاری، باز دوباره ببینیم پول رو دنبال کنیم، ببینیم کجاها پول داره کجا میره، فرصت ها اونجاست. چه اتفاقی افتاده؟ استفاده از نرم افزارهای صوتی تصویری، ویدیو کال و ویدیو کانفرنسینگ به مراتب بیشتر شده. یعنی نزدیک 500 برابر، 500 درصد، یعنی 5 برابر. هم عین اون این رقم 5 برابر دقیقاً عین همون آنلاینه که گفتم. شرکت های مثل ای بی و آمازون دارن خودشونو میکشن، برای سالی 10 درصد رشد در عرض چند ماه میشه 50 درصد، یعنی 5 برابر اون چیزی که همیشه میآوردن. الان هم شرکت هایی مثل زوم، سکایپ، فیس تایم، واتساپ، اینستاگرام دقیقاً یک ضریب 5 رو دارن میبینن. نه استفاده، میزان استفاده از نرم افزارهای ویدیو کانفرنسینگ 5 برابر شده، همون ضریب 5 که اونور بود. حالا زوم مال کدوم شرکت؟ زوم مال یه شرکت آمریکایی، اسمش هم زومه. این اسما رو به خاطر داشته باشین. من ببینید میگم طرفدار تئوری توته نیستم، نمیخوام خود نکه فردا بگید آ تو فکر میکنی فلان، ولی یه چیزا رو بدونیم بد نیست. خب حالا این پول که داره میره اینجاها، کدوم شرکت ها بیشتر پول در میارن؟ هنوز هم میشه از بله بله جناب شفایی عزیز، هنوز هم میشه از خارج از استرالیا جنس خرید، هنوز هم از چین، از امریکا میخوام. بچهای ما دارن میخرن دیگه. اگر جزء بچهای ای بی و آمازون ما هستید که تو گروه هستید، میبینید دیگه بیشتر از 300 نفر بچهایی که کورس ای بی و خریدن و فروشگاه آنلاین دارن هنوز دارن میخرن. البته محدودیت هایی دارن میبینن، یه سری کاست های اضافه شده، هزینه ترخیص و تست های پزشکی اضافه شده، یه تست پزشکی باید گرفته بشه از اون جنس که ببینن آلوده ویروس نباشه، جعبش آلوده نباشه و و و زمانش هم یکم بیشتر شده، پستش بیشتر شده. بعضی از ساپلایرها مثلا میگن من پست نمی کنم، ما تعطیلیم، یه ساپلایر دیگه باید پیدا کنیم، ولی غیر ممکن نیست، هنوز دارن میکنن و هنوز میشه. 500 درصد میشه 6 برابر. آقا 6 برابر هر چی شما بگی، من میگم 500 درصد و 6 برابر 5 برابر بگی، آقا هر چی شما میگی اصلا مهم نیست. من قضیه، من نمیخوام غلط املایی انشایی کنم، من میخوام کانسپت رو بگیریم. اوکی یه کاری نکنید من بترسم یه کلمه حرف بزنم از ترس اینکه آقا الان 500 بگم 600، 5 بگم 6، 4 نفر بگن چقدر بی سواده. ببین من میخوام خودم باشم، کانسپت رو بگیریم هممون، چون ببین من از رو نمیخونم. 4 تا پوینت، 4 تا دات پوینت برای خودم گذاشتم که فقط اصل داستان رو بگم. حله؟ خب آقا زوم مال شرکت زوم، این اسامی رو به خاطر بسپرید برای بعدها، برای پوستتون خوبه به قول معروف. اسکایپ مال شرکت مایکروسافت، فیس تایم مال شرکت اپل، واتساپ مال شرکت فیسبوک، اینستاگرام هم مال شرکت فیسبوک، یعنی فیسبوک واتساپ و اینستاگرام رو خرید دیگه. اسکایپ رو هم که مایکروسافت خرید چند سال پیش. کار از دور، دورکاری به قول معروف ورک فرام هوم، اگر بخواد از خونه، شما که کورس آمازون ندارید، چرا توی وبسایت نه خودمون تعیین نکردیم کورس آمازون رو، برای که یکی از قوی ترین وسط کار وسطش مجبورم توضیح بدم. دتس اوکی، چون پرسیدید جناب بوستانی عزیز یا بقیه دوستانی که میگن کورس آمازون چیه، شما که کورس آمازون ندارید، درست میفرمایید. بله ما خودمون کورس آمازون نداریم، بنده میخواستم جسارت کنم تهیه کنم، که بعد آشنا شدم با یک چند تا اکیپ از ایرانیان، خارجی ها، همه آدمایی که مدرسین آمازون، دیدم که کارهای خیلی قشنگتری در سطح خیلی بالاتر و حرفه‌ای‌تر انجام شده. گفتم برای چی چرخ و دوباره اختراع کنم؟ اتفاقا از دوستان خودمون هم بودن، یکی از حرفه‌ای ترین گروه هایی هستن که آموزش آمازون میدن در بریزبن، آقای شروین خانزادی، FBA map توی وبسایت خودمون هم parsfinance.com.au اگه برید و اون قسمت دوره های آموزشی رو کلیک کنید، پایین صفحه میبینید که من کورس آموزشی اینا رو معرفی کردم و خیلی آموزش قشنگی دادن. حالا تبلیغ نباشه ولی خب چون گفتید میگم. نه ما خودمون کورس آموزشی نداریم، ولی هیچ ابایی ندارم از اینکه کورسای خوبو معرفی کنم، چون قصد من این نیست که به هر قیمتی از یکی یه پولی بکنم، وگرنه این برای همین جلسات من قبل از دوران کرونا ساعتی 200 دلار فقط پول همین صحبتا رو میگرفتم. منتی هم نیست، با کمال میل میکنم کاری که از تایید دلم دارم انجام، کاری که دوست دارم انجام بدم. فکر میکنم اطلاع رسانی به درد هممون میخوره، اگه رو اعصاب هم دیگه را نریم، البته اگه بعدن اون کامنت های آنچنانی نیاد. anyway این داستان کار از راه دور،
یه سری پلتفرم هایی میخواد. اگر از خونه کار میکنید، اگر مثلا معمارید، مهندسید، توی قسمت دیزاین کار میکنید، کار اداری و دفتری دارید، قطعا میدونید که شرکتتون داره از یه سری پلتفرم هایی استفاده میکنه، یا داره از پلتفرم MS Teams یا Microsoft Teams استفاده میکنه، یا داره از پلتفرم Slack استفاده میکنه، یا داره از CRM هایی مثل زوهو، سیلز فورس، شوگر، دیگه یادم رفته دیگه چی بود، اوراکل، MS داینامیکس یا سپ استفاده میکنه. و ایناست که پول، میگم پول میره اونجا. چرا پول میره اونجا؟ این نرم افزارها سابسکریپشنی هستن و به تعداد یوزر اون شرکت باید پول بده. ما خودمون داریم از نرم، از سی آر ام زوهو استفاده میکنیم. قبلا سیلز فورس بودیم، خیلی گرون بود، رفتیم زوهو. الان من این 17 18 نفر آدمو باید اکسس بدم. قبلا 4 تا یوزر داشتیم، الان 17 تا یوزر داریم. خب باید پولشو بدم دیگه. اون شرکت هم که نمیگن کرونا نده تو بیا مجانی استفاده کن. البته حالا یه هفته هم یه مجانی یه هفته میدن که ما رو نمکگیر کنن و عادت کنیم، بعدش مجبوریم پولشو بدیم دیگه. زوهو، اوراکل، ام اس داینامیکس، جالب ام اس داینامیکس دوباره مال مایکروسافته، شوگر، سیلز فورس، سپ، اینا سی آر ام هایی است که پلتفرم های چی بهش میگن، اطلاعات داده مشتری و این حرفا، و ام اس تیمز که مال مایکروسافته، و اسلک پلتفرمایی که واسه کلابوریشن و کار کردن های مجازی، که آقا کل تیم انگار تو یک دفتر مجازی هستن. مثلا شما با پیتر کار داری، الان اینو باید بدی پیتر، 2 ساعت ایمیل نکنی، تلفن بزنی، همونجا مثل یه چت روم همه هستن، همونجا این فایل رو میذاری، تگش میکنی، پیتر مثل فیسبوک، پیتر اینو ببین این اینجوری شده، مثلا من تا اینجا رفتم، اینجا مشکل دارم، و و و همونجا میتونی کال کنی، همونجا میتونی ویدیو کنفرانس بدی بدون اینکه تلفنتو مثلا لو بدی یا مثلا از تلفن استفاده شخصی بکنی. اینا با اینکه نرم افزار خوبیه، ببین سوء تفاهم نشه، بسیار نرم افزار خوبیه، ویدیو کانفرنسینگ، کلابوریشن، نمیدونم سی آر ام، نرم افزار بسیار خوبیه، ولی پولو ترک کنی ببینیم فرصت ها کجاست. الان شرکت های ویدیو کانفرنسینگ، شرکت های کلابوریشن پلتفرمز و شرکت های سی آر ام دارن پولای آنچنانی در میارن و هر روزم داره بیشتر میشه. این یه سیلیه که شرکت ها یه شبه که سویچ نمیکنن روی سیلز فورس، زوهو یا اسلک، دونه 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 دونه، یعنی یک بازار چند تریلیون دلاری است. بعد از پس این نکته دوم شد نرم افزارها، سابسکریپشن ها. نکته اول شد خرید آنلاین، تقاضا رفته بالا، چرخه توزیع. و اینو دوباره میگم، مرور میکنم برای کسانی که تازه به جمع میپیوندن ها، سوء تفاهم نشه. نکته کنکوری اول، خرید آنلاین تقاضا رفته بالا، چرخه تولید و توزیع در چین به هم خورده، نوبت از کشورهای دیگه مثل امریکا و ژاپن و آلمانه. بعد از اون داستان محدودیت رفت آمد و کار از منزل و این داستان ها، ویدیو کانفرنسینگ، شرکت ها و نرم افزارهای ویدیو کانفرنسینگ و ویدیو کال به شدت تقاضا رفته بالا. بعد از اون پلتفرم های کلابوریشن مثل اسلک و ام اس تیمز، و بعد از اون هم نرم افزارهای سی آر ام. اوکی جناب سلمانی عزیز، خواهش میکنم. نکته سوم، افت تردد مردم باعث رکود بازارهایی مثل اوبر و دیدی و اولا و این چی بود اسمش، راید شیرینگ اپا شده، این اپایی که جای تاکسی عمل میکنه. درسته همه میدونن دیگه، چیز عجیبی نیست، وقتی ملت تو خونشونن بازار اوبر افت میکنه، بازار دیدی، اولا، همه این نرم افزارا افت میکنه. تهدید فرصت، تهدید فرصت، اون عینکه که میگم اینه. به جاش چی رفته بالا؟ اگر گفتید آقا بذارید دو طرفه باشه، بنویسید به جای اوبر چی رفته بالا، توی همون صنعت هم هست. اگر اوبر رو نمیدونم تاکسی و رایت شیرینگ افت کرده، مشابهش چی رفته بالا؟ بنویسید، من منتظر میمونم. واقعا جا داره از میلاد صابری عزیز تشکر کنم که خرید خونه رو در بریزبن مدیون ایشون هستم، مشاوره بسیار عالی. آقای سلمانی عزیز من خیلی مخلصم، امیدوارم حال خودت و خانوادت خوب باشه، ممنونم که بعد از این همه سال هنوزم ما در خدمت هستیم. بله جوابا اومد. آقای کامران کاوه دقیقاً دلیوری، آقا بازار اوبر ایتس، دلیورو و یه کمپانی دیگه وجود تو تقلبام نوشتم، و منیو لاگ، اگر گفتید چند برابر شده؟ همون ضریب 5 که آنلالا ضریب، بعضیا میگن ضریب 6، من فکر میکنم 500% میشه 5 برابر، ولی خب حالا 5 برابر بیشتر، البته راست میگی شما، اگه اونجوری حساب کنی با اصلش حساب کنی 6 برابر، همون ضریب 5 و 6، حالا بذاریم میانه میدانو بگیریم، همون ضریب 5 و 6، اولاییتس، اولاییتس دیگه نمیدونم چیه، ولی بله
اوبر ایت، دلیورو و منیو لاگ، چون همه رستوران ها شدن تیک اوی، ملت هم که نمیتونن برن بیرون، باید هم قاعدتا تو خونه بمونن، خب دلیور میکنن دیگه طبیعتا. ببینید این افتاده پایین، اون یکی رفته بالا، ضریبش همون ضریب 56. برید خودتون گوگل کنید، سر 56ش با هم دعوا نکنید. خب اینم از نکته سوم. اوکی نکته کنکوری چهارم. پس نکته اول چی شد؟ حجم خرید آنلاین رفته بالا. نکته دوم، نرم افزارهای خاصی به شدت پول داره تو اون میچرخه. نکته سوم، خدمات دلیوری رفته بالا. نکته چهارم، افزایش حجم تبلیغات اینترنتی. اوکی وقتی همه کلشون تو موبایلشونه، وقتی هیچ کس نمیتونه از خونه بیاد بیرون، وقتی همه چیز اینترنتی شده، کارت اینترنتیه، غذات اینترنتیه، دلیوریت اینترنتیه، نمیدونم خریدت اینترنتیه، چه اتفاقی میفته؟ شرکت ها هم بیکار نیستن و ببخشید من به فارسی سلیس میگم، گاگول هم نیستن. شرکت های مولتی میلیون دلاری، مثلا فرض کنید CEO فلان شرکت یک آدم پخمه نیست 4-5 میلیون دلار داره حقوق میگیره. جلوتر از این که ماها موو کنیم روی اینترنت، اینا پلن رو دیدن، بیزنس پلن دارن، ریسک منیجمنت دارن و کلی مشاور و کلی مغز دارن. آلردی همه کمپین های مارکتینگ گذاشتن، به موقعش داره دقیقاً با شیب نموداری که تقاضا داره میره بالا، تعداد و فریکونسی تبلیغات آنلاین هم میره بالا. تعداد تبلیغات که در فیسبوک میبینید، اگر بلد باشید بفهمید کدوم پست تبلیغ کدوم پست نیست، که فکر کنم بلدید دیگه، من جسارت میکنم برای اون دوستان که بلد نیستم، تا حالا دیدید یه پستی از یه جایی میبینید نه لایکش کردی، نه فنشی، نه دوستت لایکش کرده، نه اصلا تا حالا شونت به شونش خورده، یهو یه پستی میاد بالا. مثلا همین دولت فخیمه استرالیا خیلی از هشدارها رو به زبان فارسی داره روی فیسبوک، اینستاگرام، گوگل و ایمیل تبلیغ میکنه. اینا تبلیغات اسپانسر شده یا پید ادورتایزینگ، تبلیغات پولیه. با این تبلیغاتی که سوسن خانم و زری خانم و پری خانم توی فیسبوک و اینستاگرام میکنن، صبح تا شب از قرمه سبزی و قیمه و کله پاچه عکس میگیرن، فرق میکنه با این تبلیغاتی که کپی پیست میکنن. مشتریان عزیز، امروز نم در راستای اهداف فلان فلان جنس رسید، با اینا فرق میکنه. تبلیغات پولیه، تبلیغات پید ادورتایزینگ. ببخشید مجبورم اینقدر صاف به زبون ساده بگم، میدونم به بعضیاتون برمیخوره، لطفا برنخوره، برای اون عده میگم که براشون تازگی داره این موارد. حجم افزایش تبلیغات پید ادورتایزینگ در فیسبوک، اینستاگرام، گوگل، یوتیوب و کلیه نتورک گوگل، گوگل دیسپلی نتورک رفته بالا، باز هم با همون ضریب 56. ضریب 56 هیچ سیکرتی توش نیست، نشون میده تقاضا 5-6 برابر رفته بالا. وقتی تقاضا 5-6 برابر بره بالا، خب دیگه وقتی تقاضا برای خرید آنلاین 5-6 برابر میشه، خب یه بدبختی هم باید اونو دلیور کنه دیگه، خب دلیوری هم 5-6 برابر میره بالا. وقتی تقاضا برای وقتی 5-6 ملت همشن خونه، خب همون تعداد آدمایی که غذا میخورن، همونا هم تو خونه نشستن غذا میخوان دیگه، خب اوبر ایتس هم 5-6 برابر میره بالا، اسکایپ هم 5-6 برابر میره بالا. این ضریب 5-6 خیلی چیز سیکرت و به قول معروف چیز مرموزی نیست، تقاضا رفته بالا. ببین دوباره پول کجا رفت؟ پول دوباره رفت تو حجم تبلیغات پید ادورتایزینگ اینترنتی، فیسبوک، اینستاگرام، گوگل، یوتیوب. یوتیوب هم مال گوگل اگه نمیدونید، و ایمیل مارکتینگ، شرکت هایی مثل میل چیمپ. آدم آقایون که بیزنس دارن میدونن من چی میگم، یا آقایون کارشون اینترنت و اینترنت مارکتینگه میدونن چی میگم. حالا یه چیز جالب، همه اینا خرید آنلاین افزایش شده پیدا کرده، نرم افزارهای ارتباطی، سابسکریپشن ها، این اشتراک های ماهانه نرم افزارها و پلتفرم ها، چه برای شرکت ها چه برای آدما رفته بالا. اوبر ایتس و نمیدونم دلیورو و همه اینا رفته بالا، افزایش حجم تبلیغات اینترنتی رفته بالا. همه اینا یه چیزی کنارش چسبیده، همه اینا یه تراکنش مالی میخواد. یعنی یه شرکتی باید از شما پول بگیره، یه پیمنت گیتوی میخواد. تراکنش های مالیمون رو داریم با چی انجام میدیم؟ افزایش تراکنش های مالی نتیجه تمام این چهار موردی است که من خدمتتون گفتم، که اونم شده یه بیزنس. حالا بهش میگن فینتک، فاینانشال تکنولوژی، بیزنس فینتک شده. شرکت های مثل ویزا، مسترکارد، پیپل و استرایپ دارن درو میکنن،
چرا؟ خب حجم تقاضای اوردرها رفته بالا، همه چی آنلاین شده، همه چی همه تقاضا همه معاملات داره آنلاین انجام میشه. خب این یک نرم افزاری باید باشه این پولا رو بگیره دیگه. یا شما از ویزا کارت و مستر کارت استفاده میکنی، یا پیپل استفاده میکنی، یا از استرایپ استفاده میکنی. اونی که گفتم مسئله چینی میگه هر وقت خواستی ببینی دنیا دست کیه پولو ترک کن، منظورم این بود. منظورم این نبود که من خیلی کارم درسته، چون الان چند تا مسیج هم تلگرام میاد برام، آقای صابری بابا خیلی کارت درسته، میخوای بگی خیلی توپی. خوبه لایو دومه، یعنی اگه لایو 20 تومن بود شاید با خودم میگفتم ولش کن، لایو 30مو بعدش نمیذارم دیگه، ملت چیزی. همین چیزاست که میدونی، این چیزاست که باعث میشه کامیونیتی ما آن چیزی رو هم که میدونن به هم نگن، چون یه عده میان هر چی شما میگی بر اساس یه چیز ذهنیت دیگه ای تفسیر میکنن، ترجمه میکنن، بعد میاد بهت میگه آ میخوای بگی خیلی کارت درسته نداداش. نه آقا، ما کی گفتیم؟ منم مثل شما، تو رو قرآن بریم ویدیوهای قبلی رو ببینیم، منم مثل شما یه آدمم، منم مثل شما صبح تا شب بل بیشتر از شما دارم میدوام، منم مثل شما هشتم گروه نو همه، ایشالله که شما نباشین. خوبه؟ اما این چیزایی که میدونم و دیدم، تجربه همه، کارمه دیگه. آقا اگه شما اگزوز سازی، در مورد اگزوز بیشتر از من میدونی، منم اگه مشاور مالیم قاعدتا باید بیشتر بدونم، وگه در لای جرز نمیخورم. درسته؟ پس این چهار تا مورد رو گفتیم، مرور برای کسانی که جدیدن اومدن، افزایش خرید آنلاین در عین حال اخلال در چرخه تولید و توزیع، ساپلایرها داره در ساپلایرهای دنیا، چینیا دارن تموم جنسشون داره تموم میشه، بازار رو درو کردن، بعدش نوبت آمریکاست، بعدش نوبت ژاپن و آلمان و غیره. کنسل شدن برنامه‌های ورزشی و کنفرانس ها و نحوه کار از راه دور و فلان شده، نرم افزارهای ویدیو کال و ویدیو کانفرنسینگ و شرکت هایی که اینا رو دارن پوشش میدن به شدت داره پول زیادی دارن درو میکنن. البته نوش جونشون، دمشون گرم، دارن به بشریت خدمت میکنن، ولی خب ببینیم پول کجا میره. حتما نباید یک توطئه و دسیسه ای در کار باشه، شاید هم هست نمیدونم، ولی فعلا پول داره این وری میره. یا منظورم اینه که اگر میخوایم یه کاری بکنیم یادمون باشه این رودخونه پول کدوم وری داره میره. الان مثلا یه چند تا دوستان هستم که من معمولا اسم نمیارم، نمیخوام اسم، ولی این شکلی بگم که مثلا با ویزای 188 اومدن، وقتشون داره تموم میشه بندگان خدا، تو این وضعیت کرونا هم گیر افتادن، الا بلا باید بیزنس هم بخرن، بعد تو این هیریویری میخوام الان فوتو چیز بخرن، کافی شاپ بخرن، کباب شاپ بخرن. خب فدات شم. یارو زمانی که باز بود سود نمیکرد، تا زمانی که طرف باز بوده پول یه کارگر رو در نمیورده بده، خودش و زنش و بچهش توش کار میکرده. حالا همشون نه، بالاخره بعضیشون. حالا شما خوب که بازار خراب شده میخوای بری، این داستان خز شدن است. اینی که من میگم ما عینکمون رو بزنیم فرصت ها و تهدید ها رو ببینیم، واسه اینه، نه واسه اینکه بیام بگم من خیلی کارم درسته فلان فلون. نه آقا، یه کوچولو صدر داشته باشیم، یه کمی بشنویم دنیا داره چی بهمون میگه. ببین همه چیز را همگان دانند، شما یه سری چیزایی میدونی بنده نمیدونم، با سعه صدر، با چی میگن، سراپا گوش میکنم. بنده یه سری چیزایی میدونم شاید چهار نفر ندونن، خب شیر میکنم، اشکالی که نداره شیر کردنش. حالا اگر بخوام خلاصه کنم، بیشترین سود و زیان در کدوم صنایع بوده؟ اینو دیگه تقریبا همه میدونید دیگه، خلاصش هم که گفتیم، بیشترین سود و زیان در کدوم بیزنس ها بوده؟ تو کدوم بیزنس ها نریم، تو کدوم بیزنس ها بریم؟ بعد یکی از سوالم هست که میگه آقا خب کرونا تموم شه بعد اونا خوب میشن دیگه. آره کرونا تموم شه اون بیزنس ها بالاخره ریکاور میشن، اما قربونت برم اقتصاد مثل یه، درسته که مثل فنر عمل میکنه، هر چقدر بیشتر تحت فشار باشه بیشتر هم رونق پیدا میکنه، اما یه شبه نیست. میدونید چرا دولت هایی مثل استرالیا یهو به قول معروف چی بگم، فارسی مؤدبانش چی میشه، شلوارشون رو دو دستی چسبیدن سنترلینک به ملت پول بده که اینا به جون هم نیفتن، هم دیگر زنده زنده نخورن؟ برای اینکه اگه قرار بود بعد 3 ماه 6 ماه دوباره زندگی برگرده و اون کافه‌ای که با 1000 مشقت مثلا هفته ای 7-8 هزار دلار ترنوور داشته و مثلا 30% هم سود بوده بخواد دوباره برگرده، یه شبه بر نمیگرده، یک سال طول میکشه تا اون بنده خدا دوباره برگرده به سر جای اولش. بیزنس چون یه شبه ساخته نمیشه، یه شبه هم ریکاور نمیشه. در نتیجه
بد نیست بدونیم سود و زیان، بیشترین سود و زیان توی کدوم اینداستری ها بوده. اگر بخوایم بریم توی اون صنایع، یادمون باشه یک سال دو سال شاید زمان ببره تا ریکاور بشن. بیشترین زیان در صنعت تراول اند هاسپیتالیتی بوده، گردشگری و هاسپیتالیتی میشه پذیرایی و غذا و اینا، بیشترین ضرر. جد جالبه، هاست توریزم، گردشگری، تراول و توریزم پر رونق ترین بازار استرالیا بود. یعنی دوبل دو، یعنی سالی دو برابر میشد، سالی دو برابر، یعنی از 4 بیلیون دلار ترنوور رسید به 9 بیلیون، بعدش رسید نزدیک 14-15 بیلیون. درست؟ یه دفعه ای آلموست صفر شد، در حدی که الان هتل‌ها، اونایی که زرنگ بودن دیگه، اخبار قاعدتا دنبال میکنی، من تکرار مکررات نکنم، هتل‌هایی که زرنگ بودن ارتباطات داشتن رفتن با دولت قرارداد بستن، هتل‌هایی مثل هتل آپارتمان‌های کوست رفتن با دولت قرارداد بستن که آقای دولت، شما توی فرودگاه ها، توی نمیدونم بیمارستان ها، توی نمیدونم مراکز دولتی و تجمع و چنان شلتر و اینا، مراکز قرنطینه میخوای، یه مثلا مسافر خارجی میاد، این کروزی که چند صد نفر مسافر داشته میاد همشون کرونا دارن، باید 2 هفته تو قرنطینه بمونن، بذار بیان هتلای ما، تو دفتر پلیس و توی فرودگاه و توی مترو نچپون اینا رو، ولشون هم نکن به امان خدا برن خونهشون، اخلاقا ازشون تعهد بگیری که برو بری خونهتون، پسر خوبی باشی یا بیرون نیا، یا بفرستونش هتلای ما. بعد این وسط خب دولت اونو پولو میده دیگه، حالا یکم بالا پایین، بالاخره دولت پول اونو میده، درسته شاید از توریزم بیشتر در می آورد، ولی خب دولت به هر حال یه پولی بهشون میده، چندین میلیون دلار میده. ولی با این حال، با اینکه زرنگاشون رفتن و یک همچین دیلی با دولت بستن، با این حال بیشترین زیان و صنعت توریزم گردشگری داشته، بعد از اون صنعت غذا، هاسپیتالیتی مثل کافه، رستوران، بار، اینجور چیزا، بعد از اون آفلاین انترتینمنت، سرگرمی های حضوری مثل حالا پارک بوده، بازی بوده، نمیدونم شهر بازی بوده، چه میدونم مغازه های دیگه بوده، مثلا بستنی فروشی بوده توی شاپینگ سنتر، فود کورت، اینا بیشترین زیان رو داشتن. متاسفانه اینا قبلا هم خیلی بیزنس های خوبی نبودن. اگر توی این 7 10 سالی که من دارم جیغ میکشم شنیده باشید حرفای منو، و فارغ از قضاوت و فارغ از اینکه منو دوست داری یا نه، حال میکنی با ادبیات من یا نه، و فارغ از این داستان ها، اگر ویدیوها و مطالب قبلی رو گوش کرده باشیم، میبینی که این بیزنس ها من بارها قبلا گفتم، اینا قبلا بندگان خدا بیزنس های خوبی ندادن، به جز توریزم، به جز گردشگری که خوب بود، فود و نمیدونم کارواش و کافه و اینا، بندگان خدا بیزنس های طلایی نبودن، همون موقعش هم داشتن استراگل میکردن. الان که دیگه شدن زیان دهترین، تقریبا صفرن دیگه. بعد از اون ایونتس و کانفرنسز، هر ایونت و کنفرانس و مثل عروسی و این داستان ها، هر کدوم از این مراسم، چی بهش میگن تو ایران، مراسم، برگزاری مراسم و مهمونی و جشن و اینا، بعد از اینا بیشترین زیان اونا دیدن. و بعد از اون متاسفانه صنعت لوجستیک یا حمل و نقل، شریان حیاتی، یکی از شریانهای حیاتی یک مملکت، صنعت لوجستیک یا حمل و نقل، به قول آزیا تراکیا، تراکی، راننده های کامیون و اینا، به هر حال با اینکه اجازه کار دارن ولی مریض شدن، حجم کارشون افتاده، ریسک کارشون بالاست، هزینه رفته بالا، خیلی از شرکت ها اصلا الان وقتی اخلال در چرخه تولید و توزیع پیش میاد، جنس دیر از چین میاد، دیر ترخیص میشه، خب دیرتر هم توزیع میشه، تعداد کمتری هم راننده کامیون این جنس ها رو منتقل میکنن، این میشه که بازار و کل زولی و اینا میبینید جنس کمه، از اون برم علکی میان تو اخبار میگن نه نه جنس داریم، آه خیلی راحت جنس داریم، بعد میری میبینی اه جنس دارین، دستمال توالت مثلا 3 لایه رو کردی یه لایه، قیمتش هم بردی بالا، جنس هم داری، اما بعد تازه که دونه یه نفر یه دونه بیشتر نخره. البته بعد نیست، کار جالبیه، به حال ما وقتی آدمیزاد آدم نیست، به قول معروف، به قول امام، وقتی لاکن آدمیزاد آدم نیست، این میشه دیگه، مجبورن با چوب بزنن تو سرمون. خیلی چیز شد، لایو داغی شد، امیدوارم که ازش استفاده کرده باشین، لذت برده باشین. ببخشید که من توی این لایو بیشتر خودم، هم ویدیویی نیست که ضبط کنم بگم وای اینجاش بد شد ولش کن بذار دوباره ضبط کنم، وای اینجاشو نگم به بعضیا بر میخوره، وای اونجاشو نگم جمهوری اسلامی ها ناراحت میشن، اینجاشو نگم سلطنت طلبان ناراحت میشن، اینجاشو نگم سیاسی شد، اینجاشو نگم فلان، ولی لایو دیگه هستیم با هم و
امیدوارم استفاده کرده باشید جناب آزاد عزیز، خیلی مخلصم. خلاصه میکنم این 5 6 5 نکته که با هم دیگه مرور کردیم: افزایش تقاضا در خرید آنلاین، در عین حال اخلال در چرخه توزیع و تولید جنس مخصوصا از چین. الان وقتشه بریم سراغش کشورهای دیگه مثل امریکا، آلمان، ژاپن. بعد 3 ماه دیگه من میدونم چی میشه. 3 ماه دیگه همین بچه های گروه ایبی خودمون، همین بچه هایی که از طریق معرفی من رفتن آمازون دارن چیز میزنن و الان من دارم داد میزنم چینو ول کنین برین سراغ ساپلایر آمریکایی، 3 ماه دیگه میان میگن آقای صابری ما جنسمون از چین نرسید، هنوزم نرسیده، پولمونم پس ندادن، ما چیکار کنیم؟ یکی از دوستامون 3 ماه پیش رفته جنس از آمریکا آورده، من الان هم رفتم سراغ اون آمریکایی، آمریکایی هم تموم کرده. خب قربونه برم، من 3 ماه پیش داد زدم دیگه. یه نکته ای هست در مورد میگن عصر اطلاعات، یه نکته ای هست تو ایران هم میگن فلان چیز وقتی خز میشه دیگه خز شده، یا خربوزه که خرخور میشه، یه همچی چیزی شنیدین اینو؟ یعنی آقا دیر به جنبی خز شده، تموم شده. بیزنس کار آدم هوشمنداست، کار آدم زرنگاست، باید زرنگ باشی. اگه به اخبار برسه، اگه توی روزنامه ها و توی شبکه 7 و 9 بگن، یعنی شما خیلی دیگه پرتی. یه نکته قشنگ قبل از اینکه تو اخبار بگن، ماهایی که خرید میکردیم هممون دیدیم دستمال توالت کم شده، یه هفته بس 4 روز بعد اومد تو اخبار. این نکاتی هم که ما میگیم زمانی کنکوریه، زمانی با ارزشه که من الان 2 3 ماه جلوتر بیام بگم، نه اینکه وایسم ببینم اوکی خب آقا من 2 3 ماه جلوتر دارم میگم جنس چینی، چین مشکل اخلال در عرضه و توزیع داره، هزینش بالا رفته، مشکل ارسال دارن. اگر هنوز با ساپلایر چینیتون کار میکنین دستتون درد نکنه، نوش جونتون، دم اونم گرم که تو این وضعیت کار میکنه. یعنی یه ساپلایر پیدا کردین پارتنر فور لایف، ساپلایری که در دوران کرونا خود چین داره از هم میپاشه بهتون جنس بده، یعنی ساپلایر فور لایف. اما اگه یه همچین ساپلایری ندارید، برید سراغ کشورهای دیگه، برید سراغ امریکا، برید سراغ ژاپن، برید سراغ آلمان. آقای فومجی عزیز انقدر محصول از ساپلایرهای آمریکایی، محصولات بهداشتی، دارویی، ویتامین و اینا آوردن. آقای فومجی لینک گروه تو اینجا بذار. آقای فومجی جز بچه های فعال ایبی و آمازون اینا هم هستن، بیزنس اصلیشون هم یه چیز دیگه است و در کنارش این فرصت پیش اومده، ایشون یه چند جنس آوردن و یه سری ارتباطاتی دارن، اینا رو شیر کردن با دوستان، جنسشون هم اکثرا آمریکاییه، اکثرا هم ویتامین و نمیدونم این جور چیزا، سر خودتون میری میبینی کلی جنسن. با دوستانمون توی شبکه ایبی، توی شبکه توزیع آمازون شیر کردن و قشنگی اون گروه ساپورت تلگرامی کورس ایبی ما اینه که 2300 نفر جمع شدن دور هم، هرچند همشون فعال نیستن، بعضیاشون عین مملکتمون، بیزنس خیلی باحاله. عین آقا بازار املاک و اینا رو میگم، میرزاییم تو چیزای بعدی جام شیرازی اگه اجازه بدیم، بذاریم تو لایوهای بعدی. بیزنس خیلی باحاله، مثل مملکت داری میمونه. وقتی مثلا یه کورسی رو میفروشی مثلا به 2300 نفر آدم، یک جامعه آماری 2300 نفری از ایرانیان تازه فرهیخته و پولدار و فکر بیزنسی و اینا داری، بعد نگاه میکنی این جامعه 2300 نفری هم عین اون مملکت 70 80 میلیون داره عمل میکنه. 80% اکثریت خاموش، نه کامنت میدن نه کامنت میذارن، معلوم نیست کورس رو تا آخر خوندن یا نه، نه سوال میکنن، نه جواب کسی رو میدن، نه موفقیتشون رو شیر میکنن، نه میان فوش میدن بگن آقای صابری مثلا تو روح خودت با این کورست. میدونی چی میگم؟ یه 20% هم هستن که فعالن، دارن پول در میارن، تاپ سلرن، موفقن و از ترسی هم ندارن از شیر کردن موفقیتشون. و اینا توی گروه ایبی ما خیلی با همکاری های قشنگی دارن. آقای فومجی با خیلی از این دوستان تاپ سلرمون همکاری قشنگی داره. قشنگی اون گروه ایبی مون در اینه که یک سری آدم چند هزار دلار، نمیدونم 7 8 10 هزار دلار، چه میدونم 2 هزار دلار، 3 هزار دلار، هر مبلغی در ماهای گذشته قبل از داستان کرونا، یا حتی خیلی هاشون در همین اسنای داستان کرونا جنس خریدن از چین، از امریکا، از کشورهای دیگه، الان موجودی انبار دارن. قشنگی این گروهمون اینه که با هم دارن شیر میکنن. به جایی که منم برم دوباره همون جورابو بخرم از چین، خب آقای ایکس خریده 10 هزار تا خریده،
هزینهش هم بنده خدا داده، همون موقع هم با من نصف نکرده. الان میاد میگه آقا بچه ها من این جنس رو خریدم برای خودم، مثلا در اومده دونه 1 دلار 2 دلار، خودم دارم تو ایبی میفروشم مثلا 4 دلار 5 دلار مثلا یه جفت جورابو. بچه ها هر کس خواست من همون 1 دلار 2 دلار خودم نهایتا مثلا با 50 سنت سود مثلا به شماها میدم، تو این هیری ویری نیاد چین بخرین. آقای فومجی هم یه همچین خدمتی کردن به بچه های ایبی و همچنین کانال آمازون. اگر دوست داشتید این کورس ای بی یا آمازون ما رو تهیه کنید، قرار شد تبلیغاتی نباشه ولی ببخشید دیگه من تو خونه مجبورم دیگه، اینقدر در مورد تقاضا و خرید آنلاین و اینا گفتم پول کجا میره، اینم بگم دیگه. اگر دوست داشتید، حالا دوست نداشتید، قابل ندونستید، 100 دلار هم دوست نداشتید برای خودتون خرج کنید، آموزش ببینید اشکالی نداره، ولی حداقل یه جای دیگه برید یاد بگیرید. اگه دوست داشتید ما رو قابل دونستید، دوست داشتید آموزش گام به گام فارسی باشه، اکثرا ویدیوهایی که روی صفحه کامپیوترمون ضبط کردیم، من خودم ضبط کردم قدم به قدم که چطور در ایبی جنس لیست کنیم، چطور بیزنستون رو ثبت کنین، چطور جنس بخرین، چطور مذاکره کنین، چطور قیمت گذاری کنین، چطور محاسبه کنین، چطور تبلیغ کنین. یه کورس دیگه هم هست واسه تبلیغات اینترنتی، کسانی که فروشگاه اینترنتی دارن. یادتونه گفتم افزایش حجم تبلیغات اینترنتی، اگر الان بیزنس دارین، الان اگر افزایش تبلیغات اینترنتی ندید دیگه کی میخواید بدید؟ الان که همه کلهشون تو موبایلشونه، اگه نخوای تبلیغ کنی کی میخوای تبلیغ کنی برادر؟ برادر کی میخوای تبلیغ کنی؟ نمیدونم اینو باید به چه زبونی به بیزنسمنای جامعه خودمون بگم. اصلا با منم تبلیغ کن نیستم و نمیگم بیا به من پول بده برای تبلیغ کنم، دارم مفت مجانی میگم همه کلاشون تو موبایلشونه. باید پید ادورتایزینگ کنی از طریق فیسبوک، اینستاگرام، گوگل و اینا. قابل دونستید یه کورس آموزش آنلاین مارکتینگ با دوست عزیزم، استاد عزیزم آقای فرمرز کمالی تهیه کردیم. همه این کورسایی که میگم تو وبسایتمون هست، یک کلیک ناقابل اگر دوست داشته باشید بکنید، حالا که هممون تو خونه ایم، سرمون تو موبایلمونه، برید تو سایت parsfinance.com.au. یه وبسایتی درست کردیم، حالا که دوست بچه‌ها زحمت کشیدن و دستشون در نکنه هزینه هم کردیم، حالا یه وبسایتکی درست کردیم و یه قسمتی داره کورس‌های آموزشی. ضمناً تمام ویدیوهامون هم، آرشیو تمام ویدیوهامون هم تو وبسایتمون هست، کورس‌های آموزشیمون هم هست. شما از اسمال بیزنس بگیر، از ای بی بگیر، حتی معرفی کورس آمازون که گفتم مال بچهای نابغه بریزبین گروه آقای شروین خانزادی اف بی ای مپ، اینا همه اون تو هست. اگر قابل دونستید برید نگاهی بکنید. ماشاءالله انقدرم ویدیو ضبط کردم در مورد اینا که دیگه راست شبه خان اصلا حوصله ندارم یکی سوال کنه آی صابری ای بی چطوری باید جنس خرید. بابا اینقدر ویدیو ضبط کردم، تبلیغ کردم 2 ساله و دمشون گرم. کسانی هم که خریدن واقعا راضی بودن، اونایی که فیدبک دادن که فیدبک خیلی خوبی دادن، فکر کنم به اندازه کافی هم تو فیسبوکمون ما گذاشتیم و از فیدبک ها. من دیگه از این لوس بازی ها راست شبه خان زیاد خوشم نمیاد که دم به دقیقه فیدبک 2 سال پیش مشتری رو بیارم میگم آی صابری شما خیلی خوب، این کورستون خیلی خوب بود. خب یه بار گذاشتیم همه فهمیدن دیگه. اصل داستان این شیر کردن نالج و اکسپیرینس با هم دیگه. وقت بیزنس آنلاینه، چه ای بی چه آمازون، وقت تبلیغات اینترنتیه. اگر بلد نیستید یاد بگیرید از طریق حالا کورس‌های آموزشی ما، کورس آموزشی آدمای دیگه توی اینترنت، کتاب، هر طریقی که دوست دارید یاد بگیرید، برای خودتون میگم. و خدمتتون عرض شود که اگر میخواد برید تو بیزنس، حواستون باشه تو چه صنایعی میرید. صنایعی که الان بدن یه شبه خوب نمیشن بعد از دوران کرونا، یکی دو سال طول میکشه تا ریکاور بشن. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. فکر کنم سوالا رو تا یه حدی جواب دادم و بله، اگر سوال کسی جا افتاد ازتون عذرخواهی میکنم. ان شاءالله توی لایوهای بعدی در مورد سرمایه گذاری و ملک و اینا حالا بیشتر، من بیشتر تخصصم، درسته که منم فاینانشال ادوایزرم، در مورد ملک و سهام و اینا خوندم، کارم میکنیم تا حدی، ولی من خودم شخصا تخصصم بیشتر بیزنسه. در مورد سهام سعی میکنم کمتر حرف بزنم، چون حرف زدن در مورد سهام و گزینه های سرمایه گذاری طبق قانون ادوایس حساب میشه، فاینانشال ادوایس حساب میشه، و برای فاینانشال ادوایس بعضی وقتا نمیشه به جنرال ادوایس قناعت کرد، مخصوصا برای جماعت شهید پرور ایرانی که یه چیزی میگی فردا یارو میره همه زندگیشو میفروشه همون سهامه رو میخره بعد میره ازت شکایت میکنه. در نتیجه در مورد سهام و ملک و اینا خیلی کلی توضیح میدم،
در حالتی که جزء به شکل ادوایس محسوب نشه و برای من تعهد قانونی نداشته باشه. و ایشالله توی فرصت های دیگه در مورد اونها هم صحبت میکنیم. فعلا همین نکته رو داشته باشید که بیزنس ها رو بچرخید، مسیر پول رو ترک کنید، ببینید پول داره کجا میره. پول هر از هر جایی به یه جای دیگه میره. پول هم مثل انرژی میمونه، یه قانون جذب، چی بود، قانون بقای ماده و انرژی داشتیم، ماده از بین نمی رود، انرژی از بین نمی رود، فقط از نوعی به نوع دیگر منتقل می شود. پول هم همینه، پول از بین نمی رود، فقط از یه شکلی به شکل دیگری منتقل، از یه جایی، از یه صنعتی به صنعت دیگه منتقل میشه. از بین نمی رود که هیچی، اتفاقا بیشتر هم می شود. پول به قول قدیمی پول نر ماده است، پول به زیر پول دوقلو میزاد. در نتیجه همین رو ترک کنید که پول کجا داره دوقلو میزاد، نصف از نصف مردم دنیا جلوترید. اون دو سه ماه اهد بودن یا جلوتر بودن از رقابت و قبل از اینکه اخبار خز بشه بیاد توی اخبار و روزنامه در میلیون ها نفر مخابره کنن و شما بخندی که بعد 3 سال، بعد 3 ماه تازه تلویزیون اومد گفت فلان، امینو بدونید جلوتر تا یه حد زیاد دستتون جلوه. ممنون از محبتتون، شب همگی بخیر، راضی باشید از ما دیگه. دیگه ادبیات و نحوه پرزنتیشن و بعضی وقتا ناراحت میشم و از خیرسم میگیره، راضی باشید دیگه، مخلصتون هستیم. تا فردا همین ساعت 7:30 ممنون از محبتتون، خداحافظ.